ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران روز یکشنبه در سن 86 سالگی درگذشت. آقای یزدی در ابتدای انقلاب از مشاوران ارشد آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. اما کمی بعد از نظام و دستگاه های دولتی حذف شد و تا آخر عمر به صورت یکی از مخالف مخالفان داخلی رژیم درآمد. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. هنگامی که تهران در آتش انقلاب میسوخت ابراهیم یزدی از جمله پیشنهاد کنندگان حضور آیت الله خمینی در پاریس بود اقدامی که آقای خمینی را در کانون توجه رسانه ها قرار داد آقای یزدی یکی از اعضای شورای انقلاب بود و پس از روی کار آمدن دولت موقت مهندس بازرگان به عنوان معاون نخست وزیر خدمت کرد یکی از نکات سوال برانگیز زندگی ابراهیم یزدی حضور او در دادگاه سرلشکر مهدی رحیمی آخرین فرماندار نظامی تهران در دوران شاهنشاهی بود فردی که به همراه دو سرلشکر دیگر به نامهای رضا ناجی و منوچهر خسروداد به جوخه اعدام سپرده شدند <تصفح> <تصفح> ابراهیم یزدی که تحصیل کرده آمریکا بود در اولین دولت به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد و به دلیل تسلطش به زبان انگلیسی به نوعی سخنگوی دولت انقلابی بود یکی از اقدامات او که صدمه جبران ناپذیری به نیروهای مسلح ایران آن هم چند ماه پیش از آغاز جنگ با عراق زد لغو قرارداد خرید هواپیماهای F14 از آمریکا بود آقای یزدی هنگام تصدی مقام وزارت خارجه ایران بارها با مقام های آمریکایی دیدار کرد و حتی از کشدار عوامل رژیم سابق توسط نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد اما با اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفته شدن دیپلماتهای های آمریکایی در تهران دولت مهندس بازرگان سقوط کرد و ابراهیم یزدی نیز برای همیشه از سمت های دولتی به کنار گذاشته شد ولی همواره نظام او را به عنوان یک مخالف بیزرر تحمل می کرد. قانون احساب کاملا مشخص کرده که رسیدگی به جرائم احساب سیاسی باید بر طبق اصل 168 دادگاه علنی با حضور منصفه باشه دادگاه انقلاب هیچ صلاحیتی برای رسیدگی به این نوع اتهامات رو نداره این فعال سیاسی در سالهای آخر عمر با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد و به تازگی در شهر ازمیر ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود اشکان سلطانی صدای آمریکا